درود بر شما و درود به همیهنان گرام. آقای پیرزاده، در راهروهای کنگره آمریکا چه خبره؟ آیا واقعا این صدای کوبیدن بر تبل جنگ که در خاورمیانه به گوش میرسه در راهروهای کنگره هم پیچیده؟ همونطوری که میدونید یه چند روزی هستش که ما در واشنگتن هستیم و داریم سعی میکنیم که با اعضای مجلس نمایندگان آمریکا و همچنین با سناتورها و به خصوص از دو حزب، این من روش خیلی اصرار دارم، به خصوص بیشتر ملاقاتامون با اعضای حزب دموکرات هم بوده، داریم سعی میکنیم که از اون چیزی که از راه حلی که ما درست میدونیم و استراتژی که ما درست میدونیم در جهت منافع ملت ایران، در جهت منافع ملی ایران باشه، ازش دفاع بکنیم و اعتقاد هم داریم که اتفاقا این راه حل و این استراتژی هم به نفع ملت‌های منطقه هست، هم به نفع دنیای آزاد هست و یک استراتژی برنده برنده خواهد بود، چون همونطور که شما در مقدمه گفتید هر نوع برخورد نظامی فقط و فقط میتوانه که به ضرر مردم ایران باشه و به ضرر ایران باشه و به نفع جمهوری اسلامی باشه. استرالی که ما اینجا خیلی داریم هستش که باید کاملا حساب ایران و ایرانی رو از این نظام جمهوری اسلامی جدا کرد و بهشون مثالهای زیادی میزنیم که اصلا جمهوری اسلامی مرزهاش با مرزهای ایران یکی نیست. جمهوری اسلامی یک نهادی داره به نام مصلحت نظام و نه مصلحت ایران یا مردم ایران. فقط فکر خودشون هستن، فکر صدور انقلابشون هستن و فکر اینکه چطوری بتوانن بیشتر از ثروت ملی ایران بتونن به جیب بزنن و در خارج از کشور برای صدور انقلابشون خرج بکنن. این نکاتی هستش که ما داریم روزانه به نمایندگان مردم آمریکا، حالا چه در مجلس نمایندگان چه در سنا صحبت میکنیم و با دو حزب، و جای خوشحالی هستش جناب آقا زمانی که واقعا میتونم بگم که یه دیالوگ خیلی مثبتی برقرار شده و از هر دو طرف، هم طرف نماینده های آمریکایی و هم ما، و بسیار خوب گوش میدن و دقت دارند و اینکه خیلی خوشحالن که میدونن که در اصل حرکات نافرمانی مدنی تو ایران داره بیشتر و بیشتر میشه، چون همشون بدون استثنا به ما گفتن که ما دوست مردم ایران هستیم و ما طرفدار دموکراسی و حقوق بشر در ایران هستیم و آرزومون هستش که یه روزی ایران بتونه یک دموکراسی سکولار باشه و یک حامی و دوست آمریکا. این چیزی بود که بدون استثنا به ما گفته شد. بی نهایت ممنونم. آقای پیرزاده، شما تنها گروهی هم نیستید که در این چند ماهه اخیر در کنگره آمریکا وقت صرف می‌کنید و به طور جدی به لابیگری مشغول شد. حالا نه لابیگری به طور رسمی، ولی به هر حال به مذاکره و تبادل نظر اهتمام ورزیدید. یکی از گروه‌های مخالف رژیم، حالا من اسم نمیارم ولی برای تقریبا همه مشخص است، که در این چند وقتی اخیر خیلی روی موضوع حمله نظامی به ایران پافشاری میکنه و کوشش میکنه تنها روش برخورد با جمهوری اسلامی رو حمله نظامی یا برخورد قهری ایجاد کنه، هم در این چند وقته خیلی فعال بودند. واکنش به این خواسته ها، یعنی خواسته های مداخله نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه بر علیه ایران، رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این نظر یکی از گروه های خاص اپوزیسیون مورد توجه نمایندگان کنگره و سنا قرار داره؟ اولا جناب آقا زمانی، ما لوبینگ میکنیم، ما داریم از منافع ملیمون دفاع میکنیم و اون چیزی که در جهت منافع ملت ایران میدونیم داریم صحبت میکنیم و از اون استراتژی، از اون خط داریم دفاع میکنیم، و چون اعتقاد داریم که این استراتژی و این سیاست میتواند برنده برنده باشه و ما لوبی خاصی اینجا، چون نه آمریکایی هستیم و نه دلیل داره که بخوایم لوبینگ بکنیم. ولی در رابطه با نکته که شما گفتید، خب این گروهی که نام ببرید و نام بردید، و من مشخصتر بگم، شفافتر بگم، به نام مجاهدین خلق، خوشبختانه بعد بگم که نه، تا اونجایی که من شنیدم چه از نماینده های دموکرات، گفتم بیشتر با اونها دیدار داشتیم، چه از نماینده های جمهوری خواه، چنین چیزی من اصلا نشنیدم و خودشون همشون خیلی شفاف مخالفت خودشون رو با برخورد نظامی یا یک جنگ جدید در خلیج فارس اعلام کردند و اینکه به هیچ وجه مایل همچین سناریویی نیستند. ولی خب این
نظام جمهوری اسلامی هست، این آقای خامنه ای هستش که هر روز داره سعی میکنه، کوشش میکنه که به هر فرمی که شده یک ماجرای دوباره یک بحران جنگی در منطقه را بندازه. موقعی که دستور شلیک موشک میزنن از یمن به ریاض، و امروز صبح هم دیدیم که روزنامه کیهان تیتر اولش رو اینطوری می‌نویسه که حالا نوبت دبی هست، هدف بعدی دبی هست. خب یعنی دارن خیلی رسما اعلام میکنن که کار خودشون هست و اینها هستن که دارن این کار رو میکنن و دنبال این ماجرا هستن. ولی خب من فکر میکنم بعدش من هستش که مقامات آمریکایی خوب میدونن که جمهوری اسلامی دنبال جنگ و بهانه و برخورد و خلاصه بحران هستند و میدونن که این جنگ به هیچ وجه نه به نفع مردم ایران هست و به نفع آمریکا، و فکر نمی‌کنم که، امیدوارم که تو این دام نیفتن. خلاصه اینطوری میتونم خدمتتون بگم. آقای پیرزاده ممنونم از اشاره‌ای که کردید به گروه مجاهدین. در مقابل اونها خط دیگری هم در واشنگتن دی سی وجود داشت که در سالهای اخیر خیلی فعال هم بودن، گروه نایاک یا به هر حال هواداران رژیم اسلامی، که اونها هم شعار نجنگ سر میدادن و به دنبال ایجاد توافق بین تهران و واشنگتن بودن و خب موفق هم عمل کردن در سالهای گذشته. در دوره آقای اوباما دست کم دیدیم که به توافق هسته‌ای رسیدن، نفوذ خیلی خوبی در دولت آقای اوباما و در میان گروه های دموکرات داشتن. امروز اونها در چه جایگاهی قرار دارند؟ آیا هنوز حرف های توافق هسته‌ای یا به هر حال معامله بین تهران واشنگتن به مذاق نمایندگان کنگره و سیاستمداران آمریکایی خوش میاد؟ بله، خب همونطور که خدمتتون گفتم ما با نمایندگانی که صحبت کردیم به خصوص در طیف دموکرات، چون اونها بیشتر بودن که دنبال چنین سیاستی بودن، این سیاست در از گفتگو دیالوگ و اینکه شاید به امید اینکه رفتار جمهوری اسلامی تغییر بکنه، و همین نمایندگان چه سناتور چه نمایندگان دموکرات خیلی شفاف میگفتن که نه، ما متاسفانه اشتباه کردیم و هیچ تغییر رفتاری در جمهوری اسلامی دیده نمیشه، چه در درون ایران در رابطه با مسائل حقوق بشر و یا آزادی‌های سیاسی و اجتماعی که هیچ اتفاقی تو این دو سال نیفتاد، و نه در خارج از ایران در سطح خاورمیانه در رابطه با سوریه، عراق، لبنان، یمن، افغانستان هیچ تغییر سیاستی ما ندیدیم. پس بنابراین چیزی که میگفتن این بودش که دیگه قطع امید کردن از اینکه این رژیم بتونه یه روزی اصلاح بشه یا اینکه تغییر رفتاری ازش دیده بشه، و اونها هم اعتقاد دارن، امروز خیلیشون اعتقاد دارن که باید از جنبش مردم ایران، جنبش که الان روز داره قوی تر میشه، باید حمایت بشه و راه حل باید از درون مردم ایران دیده بشه، و خیلی امید دارن که این مردم ایران مردمی هستن که شایسته دموکراسی، شایسته یک حکومت ملی که در جهت توسعه اقتصادی و در جهت رفاه و امنیت مردم باشه. اعتقاد دارن که مردم ایران واقعا شایستگی چنین نظامی دموکراتیک دارن و به اون نتیجه خواهند رسید، و ما امیدواریم که بیشتر در این جهت گام بردارن و سیاست گذاریشون بیشتر در این جهت باشه. بسیار ممنونم. آقای پیرزاده، در به هر حال در این چند هفته که شما در واشنگتن مستقر هستید، من فرصت داشتم که فقط برای چند روز کوتاه در کنگره همراه شما باشم و در برخی از این جلسات از نزدیک شاهد تلاش‌های شما باشم. همونجور که اشاره کردید بیشتر دیدارها با نمایندگان حزب دموکرات انجام شد، چه در مجلس سنا و چه در مجلس نمایندگان، خانه نمایندگان کنگره آمریکا. چرا دموکرات‌ها تارگت اصلی فعالیت‌های شما در این سفر بودند؟ قاعدتاً جمهوری‌خواه‌ها گزینه‌های مناسب‌تری هستند برای تبادل نظر کردن در مورد مثلا سرنگونی رژیم اسلامی یا برخورد با رژیم اسلامی. چرا شما رو دموکرات‌ها بیشتر یعنی توجهتون رو گذاشتید و سراغ اونها می‌رفتید؟ خب چون اینکه جمهوری خواهان شاید دیدگاه هاشون، البته همه جمهوری خواهان نه، بعضی از جمهوری خواهان هم متاسفانه بیشتر در دنبال ایده شاید برخورد نظامی باشن که با اونها هم صحبت شد که بهشون بگیم که چنین برخوردی یا چنین سیاستی نمیتونه در جهت منافع نه ایران باشه و نه آمریکا. ولی خب دموکرات ها همونطوری که در سال قبلی گفتم تا به حال بیشتر تمایل داشتن به گفتگو و با گفتگو با جمهوری اسلامی و اینکه کم کم بتوانند با این گفتگوها، با این توافقهای هسته‌ای یا
توافق دیگر رفتار جمهوری اسلامی رو در منطقه و در ایران تغییر بدن. و ما بیشتر میخواستیم بهشون نشون بدیم که به هیچ وجه اینطوری نیست و این نظام قابل اصلاح نیست و تغییر نخواهد کرد و تا حالا تو این 38 سال چندین بار این فرصت رو داشته که بتواند تغییر جهت بده، تغییر سیاست بده، خودش رو اصلاح بکنه، خودش رو با دنیای امروز در اصل بتونه همزیستی داشته باشه. و متاسفانه هر دفعه این فرصت رو از دست داده و دلیلی نداره که در فرصت آینده بخواد دوباره این کار رو انجام بده، چون شانسی نیستش که این کار رو انجام بده، چون این سیستم یک سیستم مافیایی هست و یه سری دستای پنهانی هستن اونجا که این اجازه رو به هیچ وجه نخواهند داد. من بهشون هم گفتیم که ما منظور نیستش که به هیچ وجه هیچ کسی در درون این نظام شاید این صادقانه این خواسته ها رو نداشته باشه. حتما هستن کسانی در درون نظام که حالا نمیگم در سطح شاید خیلی بالا، ولی هستن کسانی که این اعتقاد رو دارن که باید واقعا تغییر سیاست رخ بده و تغییر رفتار باشه، ولی نه قدرتش رو دارن، نه امکانش رو دارن و نه اصلا این سیستم مافیایی اجازه میده که اونها بتوانن کاری انجام بدن. پس بنابراین باید فقط رو مردم ایران سرمایه گذاری کرد و از مردم ایران حمایت کرد. برای همین بود که بیشتر خواستیم که با نمایندگان دموکرات این صحبت و گفتگوها رو داشته باشیم تا با نمایندگان جمهوری خواه. خیلی آقای پیرزاده نکته مهمی اشاره کردید. خودم هم توی این مدت کوتاه در رفتار و انتخابایی که شما کرده بودید، قرارهایی که شما گذاشته بودید دقت میکردم. خیلی از لابیگران یا کنشگران سیاسی، خیلی از گفتگو کنندگان سیاسی، خیلی از کسانی که برای ملاقات با نمایندگان میرن سراغ نمایندگانی که نظراتشون به نظرات اونها نزدیکتره یا همسوتره یا درخواست کمک‌های مادی یا کمک‌های معنوی دارن. شما برعکس به سراغ نمایندگانی میرفتید که با اونها تضاد فکری هست نسبت به شما و سعی میکردید با اونها چالش کنید برای معرفی ایده حمایت از مردم داخل کشور. چرا؟ آیا شما به دنبال مثلا جذب هیچ کمک مالی یا حمایتی از دولت آمریکا نبودید؟ چرا میرفتید کسایی رو انتخاب میکردید که گاهن نظرشون 180 درجه با شما مخالف بود و سعی میکردید اونها رو به این نظر متوجه کنید؟ خب شما فکر میکنید که یک کار سیاسی درست این استش که اونهایی که با شما موافق نیستن سعی کنین قانع کنید تا اونهایی که شاید دیدیشون به شما نزدیکتره؟ فکر میکنم که در سیاست اینطوری عمل کرد و با اونایی که مخالف هستن باید گفتگو کرد و صحبت کرد. اونایی که نزدیکتر هستن که خب کار ساده تری است. به نظر من اون مشکلی نیست. در رابطه با کمک‌های مالی هم همونطوری که می‌دونید شورای ملی ایران به هیچ وجه از بودجه‌های دولتی هیچ بودجه دولتی رو قبول نمی‌کنه و سیاست ما اینطوری هست و قبول نمی‌کنیم که از یک دولتی یا بودجه دولت بخوایم حمایت بشیم. اینو از اولام گفتیم و تا بهارم روش ایستادیم. خب شاید یکی از مهمترین تفاوت‌هایی که بین شما و برخی دیگر از گروه‌های سیاسی که در راهروهای کنگره هستند وجود داره همین نکته است، یعنی توجه شما و تمرکزتون روی نرم کردن آراء مخالفان و تلاش برخی دیگر از کنشگران برای جذب حمایت‌ها یا کمک‌هایی که از طرف موافقان ممکنه به اونها جلب شه. جناب آقا زمانی، ما اینجا واقعا برای لابینگ هم که گفتم نیومدیم. ما ماموریتمون به خصوص از طرف هموطنانی که در درون ایران هستند و با شورای ملی به فرمای مختلف در ارتباط هستند، در تماس هستند، این بودش که خواسته های هموطنانمون در درون ایران بتوانیم اینجا بلندگوی اونها باشیم و بتونیم سخنگوی اونها باشیم و خواسته هاشون رو بیان بکنیم تا اونجایی که میتونیم. و ماموریت ما این هست که از منافع ایران، منافع ملت ایران و از آینده ایران بتونیم دفاع بکنیم، نه اینکه بخواهیم برای گروه خاصی یا سازمان خودمون بخواهیم لابی‌ای بکنیم به اینکه بخواهیم امتیازی بگیریم. بی نهایت ممنونم و به عنوان یک همکار، به عنوان یک دوست، به عنوان یک هموطن برای شما آرزوی موفقیت میکنم در این مسیر سرافرازانه ای که پیشه کردید. آقای پیرزاده، در کنار ایرانی ها گروه های دیگر و نمایندگانی از کشورهای دیگر هم در واشنگتن دی سی فعالیت میکنند، رایزنی میکنند و آرای رو منتشر میکنند. دست کم دو کشور در منطقه، یکی اسرائیل و یکی عربستان سعودی، که هر دو از
گروه‌های زینفوزی هم در واشنگتن دی سی برخوردار هستند. میدونم که موضوع ایران براشون مهمه و به داغ بودن این موضوع در راهروهای کنگره کمک کردند و دامن زدند. با افرادی که برای این کشورها فعالیت میکنن چطور؟ یا با گروه‌های اونها یا با نمایندگانی در کنگره که آرا و عقاید اونها رو میبینن؟ اساساً فعالیت عربستان و اسرائیل رو در واشنگتن، گروه‌های وابسته به اونها رو در واشنگتن بر علیه ایران چگونه ارزیابی میکنید و تا چند اندازه فکر میکنید که این فعالیت‌ها بایستی در راستای منافع مردم ایران مورد استفاده قرار بگیره؟ اینو من نمیتونم قضاوت کنم، چون با این گروه ها ما نه نشستی داشتیم و نه برخوردی، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم، تا اونجایی که من شنیدم یا مطالعه کردم، چون این گروه ها بالاخره نمایندهی دارن از یا کشور عربستان سعودی یا اسرائیل دفاع میکنن، از منافع اونها دفاع میکنن، ولی تا اونجایی که من درک کردم اینا بیشتر مشکلشون با ایران و ایرانی نیست، بیشتر مشکلشون با نظام جمهوری اسلامیه و در از نماینده های مردم آمریکا هم دقیقا همین حرف ها میزنن که ما به هیچ وجه با ایران و با ملت ایران دشمنی نداریم، خیلی هم برعکس دوست ایران، دوست مردم ایران هم هستیم، ولی مشکلمون با جمهوری اسلامیه، مشکلمون با این رفتار جمهوری اسلامی، رفتار مافیایی جمهوری اسلامیه، حمایت از تروریست و حمایت از تمام گروه های تروریستی منطقه هست، یعنی که کارهایی که در سوریه انجام میدن، در یمن انجام میدن، همونطور که میدونید خب یک سری از کشتار دست جمعی و جنایت های علیه بشریت در سوریه مستقیما مسئولیتش افتاده به دوش در از جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی، و من فکر میکنم که به همین ترتیب این کسانی که شما بهش اشاره کردید که نماینده اسرائیل و عربستان هستن، اونها بیشتر مشکلشون با ایران نیست، مشکلشون با جمهوری اسلامیه، و هر دفعه که حالا اینجا در این چند روزه این فرصت نبود، ولی هر دفعه که فرصت بشه ما اینو در هر جایگاهی که باشیم تکرار میکنیم که اگرم شکی داشته باشن بهشون میگیم که شما نباید دشمنی با مردم ایران یا با ایران داشته باشید و حفظ تمامیت ارضی ایران، یک پارچگی ایران و دفاع از منافع مردم ایران در دراز مدت به نفع شما هم هستش و نه به ضررتون. این چیزی هستش که ما همیشه داریم خیلی قوی روش مانور میدیم و خیلی قوی تکرار میکنیم. آقای پیرزاده، امروز در واشنگتن، دیروز در بروکسل پایتخت اداری و سیاسی اتحادیه اروپا، چه تفاوتی بین صحبت کردن و گفتگو درباره ایران در راهروهای کنگره آمریکا و در دفاتر اتحادیه اروپا شاهدش هستی؟ چقدر فرق میکنه دیالوگ درباره ایران بین اروپا و آمریکا؟ سوال خوبی کردید. نهایتاً موقعی که میرسیم به آخر مطلب بخوام به نتیجه برسیم، من حالا بعد یه سری شاید از لحاظ فرهنگی، از لحاظ برخوردهای مختلف یک کمی تفاوتهایی باشه، ولی آخر سر حرفی که میمونه و نتیجهی که آدم میگیره میبینه که نه، زیادم فرق نمیکنه و همون نگرانیهایی که من در پاریس و بروکسل و لندن حس میکنم موقعی که با مسئولین چه اروپایی، چه فرانسوی، چه آلمانی، چه انگلیسی صحبت میکنیم، این نگرانی رو کاملا آدم حس میکنه از در رابطه با سیاست جمهوری اسلامی، همینطور هم اینجا دقیقا همین رو حس میکنیم. حالا ممکنه که یک کمی در ادبیات یا در برخورد به دلیل اونم مسئله فرهنگی تفاوتی باشه، ولی اصل مطلب آخر سر حرفاییه که برانا میبینیم که در رابطه با جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که شاید برای بعضیا به نظر میرسید، موضع سیاسی اروپا و آمریکا، مثلا فرض کنید آقای پرزیدنت مکرون در فرانسه و ترامپ، خیلی بیشتر نزدیک تا که جدا باشه. تفاوتی که هست این هستش که آقای مکرون میگه که خب این برجام هست، با این کاری نداشته باشیم، بریم به مسائل دیگه بپردازیم، روی مسائل دیگه با ایران جلوی جمهوری اسلامی محکم بایستیم، مثل مسئله تروریسم، مثل مسئله حقوق بشر، مثل مسئله همین سیستم موشکی جمهوری اسلامی، رو اینها باشون خیلی محکم بایستیم و تحریم کنیم جمهوری اسلامی رو، یا اینکه از مردم دفاع بکنیم.
تفاوت اونچنانی نیستش جناب آقا زمانی، خوشبختانه تفاوت اونچنانی من نمیدونم. بسیار هم عالی. آقای پیرزاده، در بعضی از موارد مانند اخباری که اخیراً در مورد طرح ترور نخست وزیر کشور لبنان آقای سعد حریری، فرزند رفیق حریری، از سوی جمهوری اسلامی و حزب الله مطرح شده هم، آیا میشه شواهدی رو در واشنگتن دید؟ آیا این صحبت‌هایی که میگن که دستگاه‌های غرب دارن این مسئله رو مطرح میکنن، همین اخیراً هم CIA ریپورت بسیار معتبری رو ارائه کرد که نشون میداد که جمهوری اسلامی تا چه اندازه با القاعده همکاری کرده، با بن لادن همکاری کرده، اینها رو چگونه ببینید؟ این فضای امنیتی و این ماشین ترور در منطقه رو چگونه ارزیابی میکنید و تأثیرش رو در گفتمان سیاسی حاکم در واشنگتن دی سی؟ خب این دکته بسیار جالبیه شما اشاره کردیم. ببینید در رابطه با آقای سعید حریری، اینو فراموش نکنیم که یکی دو روز قبل از اینکه این تصمیم رو بگیرن، ایشون یک ملاقاتی با آقای ولایتی داشتند که مشاور همونطور که میدین آقای علی خامنه ای هستن ایشون، و در اون ملاقاتی که داشتن خیلی همونطور که میدین دولت آمریکا و کنگره آمریکا حزب الله لبنان رو در سطح در لیست سازمان های تروریستی قرار داده و میخواهد که تا اونجایی که ممکنه تحریم بکنه این سازمان تروریستی رو. خب از اون طرف خواسته هایی رو بیان کردن به دولت لبنان، به نخست وزیر لبنان، که بعد کارهایی بشه در جهت تحریم این سازمان. آقای تا اونجایی که من اطلاع دارم، آقای حریری در اون گفتگو با آقای ولایتی این نکات رو مطرح کردن و گفتن که ما باید این کارها رو بکنیم و باید حزب الله رو باید جلوشو بگیریم در لبنان، جلوی فعالیت تروریستیشو بگیریم. و اونجا بوده که آقای ولایتی یک عکسعمل بسیار تندی رو نشون داده و شاید تهدیدایی تا اونجایی که من شنیدم کرده، که این باعث شدش که در اصل آقای حریری استعفا بدن، کنارگیری بکنن و اینکه لبنان رو ترک بکنن و برن ریاض این اعلام بکنن. اصل مطلب اینجاست، یعنی فشار مستقیم مقامات جمهوری اسلامی روی دولت آقای حریری برای اینکه اگر شما بخواید چنین کاری بکنید، ما اولا وزرای ما استعفا میدن، در مجلس دیگه شما اکثریت نخواهید داشت، و از اون طرف هم تهدیدهای مشخصی رو کردند. و من فکر میکنم که خب آقای حریری شاید بین این فشاری که از طرف جمهوری اسلامی بهش وارد میشه و از اون برم که کارهایی که باید در بالاخره به طبق قوانین بین‌المللی انجام بدن، چون اینکه حزب الله یک سازمانی هستش که هم اروپایی‌ها و هم آمریکایی‌ها به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند، خب اینجا در اصل دیگه نمیتونستن کار خودشون رو انجام بدن چون دیگه اکثریتی نداشتن، و شاید به همین دلیل هم بوده که کنارگیری کردن. و خب مسائل تهدید فیزیکی هم که شده بودن، خب علاوه بر اون آمده دیگه طبیعتا. در کنار این قضیه، اگر ریپورت CIA رو قرار بدیم به مسائل مربوط به رابطه ایران و القاعده پرداخته بود، اون رو چگونه ارزیابی میکنید و از تأثیرش در گفتگوهایی که با نمایندگان داشتید؟ آیا این ریپورت، این رزولوشنی که ارائه شده بود، تونسته بود در کنگره آمریکا تأثیر بگذاره و توجه مقامات آمریکایی رو به مسائل پشت پرده ی روابط پنهان جمهوری اسلامی و القاعده و نهادهای تروریستی دیگر جلب کنه؟ ببینه، این خیلی بحث مهمی هست، چون اینکه خیلی ها بخصوص اونایی که طرفدار چطوری بگم دیالوگ بودن با جمهوری اسلامی، به روی این حساب این طرفداری رو میکردن و دنبال دیالوگ بودن که میگفتن چون جمهوری اسلامی یک رژیم شیعه هست و مثلا فرض کن القاعده در افغانستان یا داعش در سوریه و عراق اینا سنی هستن، ما باید از جمهوری اسلامی استفاده کنیم یا باش همکاری کنیم برای اینکه بتوانیم با این گروه های تروریستی مبارزه کنیم. این اسناد که داره میاد بیرون، البته برای ما ایرانیان، برای ما اپوزیسیون جمهوری اسلامی هیچ چیز جدیدی نیست. هممون نمیدونستیم که جمهوری اسلامی با بن لادن روابط بسیار تنگ و تنگی داره. حتی خیلی ها اینا باور رو دارن که جمهوری اسلامی با داعش هم همکاری نزدیکی رو داشته و داره. حالا اونم حتما به موقعش میاد بیرون. ولی این نشون میده که موقعی که اسنادی میاد بیرون که جمهوری اسلامی داره حمایت مالی میکنه، حمایت نظامی میکنه، هم القاعده رو، هم طالبان رو،
هم حماس و هر سه گروه های سنی هستن، پس دیگه اون جنگ دینی که جمهوری اسلامی ادعا داره که بخواد راه بندازه تو منطقه، شیعه بر علیه سنی، سنی بر علیه شیعه، این نشون میده که نه چنین نیست. اینا از هر گروهی که بخواد عملیات تروریستی بکنه، بخواد بکشه، بخواد سرکوب کنه، بخواد نابودی و بدبختی و اینا بیاره، ازش حمایت میکنن و بهش پول میدن، بهش اسلحه میدن، بهش پناه میدن و هر چیز دیگری که بخواهد. مگه همین آقای خامنه‌ای نبود که به نماینده حماس گفته بود که هر چیزی بخوای بهتون میدیم؟ مگه حماس یک سازمان سنی نیست؟ پس بنابراین اینا نشون دهنده این هست و ما از این اتفاق، از این اتفاقات خیلی سعی کردیم که این رو به اونایی که همچنان به دیالوگ، همچنان به تغییر رفتار نظام اعتقاد داشتن، اینو خیلی بیشتر نشون دادیم و گفتیم که ببینید نه، همچین چیزی نیست و اینها ممکنه که رسما بگن که ما داریم با داعش میجنگیم، ولی در اصل دارن به تمام این گروه های تروریستی، چه سنی مثل داعش و مثل القاعده و طالبان، چه شیعه مثل حزب الله، دارن به همشون همون اندازه کمک میکنن و این کمکایی که میشه، این از جیب مردم ایران هست، این از منافع مردم ایران داره خرج میشه برای خاطری که تروریسم رو در منطقه و جهان بتونن گسترش بدن. و فکر میکنم که این خوشبختانه این پیام و این ایده داره جا میفته. آقای پیرزاده، آیا تصویری از مردم ایران، دغدغه ها و مشکلاتشون، مثل مالباختگان مؤسسات مالی اعتباری، کسانی که زندانیان عقیدتی و سیاسی دارند، گرفتاری های روزمره اقتصادی، ترویج کلاهبرداری در قالب چک های برگشتی، اقتصاد مریض ایران و از این دست مشکلات و زندگی روزمره مردم ایران هم نمایش داده شد؟ چون میدونم در اون طرف اتفاقا در همین هفته گذشته متوجه به اینکه 13 آبان بود، موشک بردن جلو در سفارت سابق آمریکا در تهران و تابوت ترامپ رو تشییع کردن و این حرفا، اونا سعی میکنن یک تصویر دیگری از مردم ایران رو منتقل کنن. آیا تصویر زندگی حقیقی و گرفتاری های مردم ایران هم به نمایندگان کنگره آمریکا منتقل شده از طرف شورای ملی و شما؟ 100%. همونطور که گفتم، ما تا اونجایی که میتونیم داریم سعی میکنیم که بلندگوی خواسته های مردم باشیم و اون چیزایی که به دست ما میرسه از درون ایران بتونیم نشون بدیم، حالا چه در اینجا واشنگتن، چه در اروپا و با هر در یا در سازمان های حقوق بشری بین الملل، هر دفعه که بتوانیم اینا رو نشون میدیم و پخش میکنیم و روش صحبت میکنیم و اینا خیلی، هرچی بیشتر از این داده ها داشته باشیم، فیلم، عکس، اینا بیشتر کمک میکنه که این جهانیان رو قانع بکنیم در جهت حمایت از مردم ایران. چیزی هم که اضافه کردیم این بودش که اتفاقا تو همین چند روزی که ما بودیم، یک قطعنامه‌ای در یک پیشنهادی به رأی گذاشته شد و به اتفاق آرا در سنای آمریکا، یعنی با 100 رأی و 100 تصویب شد، اونم درخواست آزادی بی قید و شرط زندانیان ایرانی آمریکایی که در جمهوری اسلامی زندانی شدن، یعنی کسانی که هم ایرانی هستن و هم آمریکایی هستن، رفته بودن ایران و متاسفانه بازدار شدن. چیزی که ما به نماینده های سنا و مجلس نمایندگان گفتیم این بود که خب این خیلی خوبه، این کارو کردید خوبه، ولی ای کاش که خواسته شما برای کل زندانی سیاسی بود، حالا چه ایرانی آمریکایی، چه ایرانی اروپایی و چه ایرانی، اونایی که واقعا و 99% زندانی سیاسی ایرانی هستن، فرزندان ایران هستن، هیچ وقت هم باشون از مملکت خارج نداشتند و برای خاطر یک نوشتن یک مقاله یا نوشتن یک یا دادن یک شعار شکنجه شدن، بازداشت شدن، زندانی شدن، محکوم به مرگ شدن و شما باید از همه اینها دفاع بکنید و از همه اینا بخواهید که از جمهوری اسلامی فشار بیاریم، جمهوری اسلامی که همه اینا رو بدون قید و شرط بلافاصله آزاد بکنن، نه فقط محدود بکنید به اونهایی که شاید مثلا پاسپورت آمریکایی یا کارت سبز آمریکا رو دارند. و این پیام هم بود که ما بهشون خیلی با قدرت سعی کردیم که منتقل کنیم. آقای پیرزاده، در آخرین دقیقه برنامه امشب هستیم، مشخصا میخوام یک سوالی که پاسخدهی به اون بسیار سخته ازتون بپرسم. آیا فکر میکنید که نسیم تحول سیاسی در ایران رو میشه امروز در راهروهای کنگره آمریکا استشمام کرد؟ آیا جهان به این نتیجه رسیده که وقت آزادی ایران و ملت ایران فرا رسیده؟
میدونین چرا جواب این سوال شما مثبت جناب آقازمانی؟ جواب این سوال مثبت به یک دلیل، اون این استش که صدای مردم ایران دوباره بلند شده و اینها هم دارن میبینن روزانه تظاهراتی که هست، تجمعاتی که هست، تلاش هایی که داره میشه چه در فضای مجازی چه در خیابان های ایران، این حرکت رو دارن میبینن و این خواست مردم ایران رو دارن کاملا لمس میکنن. به این دلیل بله 100%. بسیار هم ممنونم. پس با این نوید که به زودی شاهد تغییر در ساختار سیاسی ایران باشیم به نفع مردم ایران، امیدوارم که شما هم در این فعالیت هایی که دارید انجام میدید موفق باشید و به زودی ببخشید این دیگه برمیگرده مسئولیتش به تک تک ما ایرانی ها که نتیجه این حرکت چه خواهد شد. یعنی باید تلاش بکنیم که نتیجه مثبت باشه، یک نظام ملی به معنی واقعی، یک نظام دموکراتیک سکولار در جهت منافع مردم ایران بتونه به خواسته مردم به وجود بیاد و بتونه ایران رو در جایی که در جایگاهی که واقعا شأن ما هست و باید باشیم اونجا برسیم. بی نهایت ممنونم. رضا پیرزاده از هموندان دفتر سیاسی شورای ملی ایران که از واشنگتن دی سی و در مجاورت کنگره ایالات متحده آمریکا با من در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار. و از شما خوبان هم سپاسگزارم که تا به این لحظه بیننده این برنامه بودید. وقت خوش. خدا نگهدار.